سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به ماجرای ازدواج محمد خردادیان با پسر 21 ساله و حواشی زندگی این هنرمند میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. رقص و رقصیدن همیشه از هنرهایی بوده که مردم ایران به اون بسیار علاقه داشتن. اما از سال 57 به بعد این موضوع به یکی از موضوعات ممنوع در ایران تبدیل شد. محمد خردادیان از جمله چهره‌هایی بود که در دنیای رقص به شهرت رسید و معروف شد. اون بهترین دنسر ایرانی بود که بعد از پیروزی انقلاب در بهمن 57 ایران رو برای همیشه ترک کرد. محمد خردادیان یکی از چهره‌های رقصنده ایرانه که در سال‌های گذشته بسیار جنجال برانگیز شد و نامش رو بر سر زبون‌ها انداخت. وی متولد ماه اسفند سال 1335. با اینکه او در تهران چشم به جهان گشود، اما پدر و مادر اون تهرانی نبودند. پدر اون از شهروندان قزوین و مادرش اصالتاً اهل سبزوار بود. پدرش عباس خردادیان با اصلیتی قزوینی از اولین سپرسازان ماشین فولکس در ایران بود. محمد دو خواهر و یک برادر بزرگتر از خودش هم داره. رقصیدن رو از 5 سالگی از دور همیهای خانوادگی و عروسی ها آغاز کرد. اما ورود حرفه‌ایش از 16 سالگی در اردوی تابستانی رامسر امکان پذیر شد. او با رقص آذربایجانی در این اردوها از طرف مسئولان به معلم رقص باله معرفی شد. رقص رو زیر نظر یک معلم فرانسوی در تهران شروع کرد. از همین کلاس ها کمتر از 2 سال به شاگرد ممتاز گروه تبدیل شد. سپس در آمریکا، انگلستان و کوبا نیز انواع رقص ها رو آموزش دید. جین بینی، بالرین انگلیسی که قبل از انقلاب به دعوت رسمی ایران برای حضور در گروه باله به تهران اومده بود، اونجا با محمد خردادیان 18 ساله آشنا شد. اونها 1 سال بعد با هم ازدواج کردند. آقای خردادیان در زمان سربازی قبل از انقلاب به علت درد کمر و پارتی تونست معافیت خدمت بگیره. خردادیان و همسرش مدتی بعد از نامزدی به آمریکا رفتند و بعد از حضور در چند کلاس به ایران برگشتند. با شروع انقلاب و ممنوع شدن فعالیت اونها مدتی راننده تاکسی بود تا اینکه با شروع جنگ ایران و عراق به آمریکا مهاجرت کردند. زندگی خردادیان و همسرش جین بینی بعد از 9 سال زندگی مشترک به دلایلی به جدایی ختم شد. جین بینی در نهایت چند سال پیش به علت بیماری درگذشت. همسر محمد خردادیان به شدت عاشق اون بود و در مورد این عشق آتشین خودش برای 10 سال زندگی مشترک با خردادیان یک کتاب هم نوشته. در سال 1381 در دوران ریاست جمهوری خاتمی به علت بیماری پدرش و چراغ سبز دولت به ایران اومد، اما در زمان خروج دستگیر شد و بعد از 21 روز انفرادی و 40 روز زندانی در اوین دادگاهی شد. دادگاه اون رو 10 سال ممنوع خروج کرد تا اینکه این حکم بعد از ماها در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان تعلیقی کاهش یافت تا خردادیان تونست از ایران خارج بشه. بعد از خروج از ایران با پیشنهادهای مالی سنگین از طرف BBC و CNN برای مصاحبه علیه ایران مواجه شد، اما حاضر نشد علیه کشورش حرف بزنه. او یک تجربه موفق با نویسندگی و بازیگری در تئاتر خنده‌داری به نام زندگی مشکوک نشون داد و در این راه نیز میتونست موفق باشه. اون در حال حاضر بیشتر اوقات در ترکیه زندگی میکنه. یکی از فعالیت‌هایی که باعث شناختن محمد خردادیان به ایرانیان و غیر ایرانیان شد، کلیپ‌های آموزش رقص بود. محمد خردادیان در سال‌های اولیه مهاجرتش به آمریکا به ضبط ویدیو کلیپ‌های آموزشی مشغول شد. این آموزش‌ها در چند قسمت و نوارهای ویدیویی ضبط شد و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت. او تنها در رقصیدن و آموزش رقص فعالیت نمی‌کنه، بلکه اون مسابقات بیشماری رو در مورد رقص و در کشورهای مختلف به اجرا درآورده. سلماز یکی از چهره‌های ایرانی بود که در یکی از مسابقات رقص محمد خردادیان شرکت کرد. وی تونست به مقام اول این مسابقه دست پیدا کنه و به عنوان پیروز این دوره از مسابقات رقص خردادیان شناخته بشه. بعد از اون تصاویری از سلماز در کنار محمد خردادیان منتشر شد که شایعه رو مبنی بر ازدواج این دو چهره ایجاد کرد. این خبر تنها در حد همون شایعه باقی موند و آقای خردادیان و سلماز این خبر رو تکذیب کردند. گفته میشه محمد خردادیان در دبی با یک ورزشکار 21 ساله در رابطه است. با
گفته میشه دلیل اصلی جدایی از همسر اولش میل جنسی متفاوت محمد خردادیان بود. همسر سابق اون نیز به دلیل عشق فراوانی که به اون داشت یک کتاب رو به قلم تحریر درآورد و خاطرات 10 سال زندگی مشترکش رو به اشتراک گذاشت. او در این کتاب نیز به میل جنسی متفاوت همسر سابقش هم اشاره میکنه. وی در یکی از گفتگوهاش با صراحت اعلام میکنه که از نظر میل جنسی به آقایان تمایل داره و از زمان کودکی دارای میل جنسی همجنسگرایی بوده. از طریق اینترنت با یکی از پسران اقوام خودش که 21 سال داشت رابطه یه دوستی برقرار میکنه و این پسر جوان برای اینکه بتونه اقامت آمریکا رو به دست بیاره به او پیشنهاد ازدواج میده. او در هنگام بازجویی اعلام کرده بود به خاطر دیدن پدر بیمارش اومده، اما وقتی که در شبکه یه تپش حاضر شد گفت که به خاطر دیدن پسر 21 ساله ای که با اون قرار ازدواج گذاشته اومده بود که اون رو از ایران خارج کنه. در نهایت این پسر 21 ساله به دبی رفت و در اونجا توسط محمد خردادیان ویزای کار 1 ساله در آمریکا رو گرفت و در نهایت براش گرین کارت هم صادر شد. محمد خردادیان در مصاحبه ای که با رادیو فردا انجام داد گفته: در زمانی که متولد شدم من همجنسگرا بودم، اما خجالت میکشیدم اون رو عنوان کنم و دیگه در این سن تصمیم گرفتم اون رو به صورت رسمی بیان کنم. این رقاص در خصوص واکنش خانواده‌اش نسبت به این موضوع گفته: وقتی خانواده‌ام متوجه شدن هیچ وقت به من چیزی نگفتن و خیلی راحت با این موضوع مواجه شدم، چون زمانی بود که من 30-40 ساله بودم و دیگه بچه نبودم و حق انتخاب داشتم. من از 2 سال پیش وقتی که در مصاحبه‌ای که با آقای امیر قاسمی در تلویزیون تپش داشتم گفتم که همجنسگرا هستم. به طور ناخواسته تبدیل به الگوی همجنسگرایی در ایران شدم و از اون زمان به بعد خیلی ها از ایران به من زنگ میزنن و مشکلاتشون رو با من در میون میذارن. از همه جای ایران، از زنجان، بندرعباس و هر جایی که فکرش رو بکنید به من زنگ میزنن، هم مردها و هم زنها. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله هم کلیک کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.